با سلام ها و درودهای گرم به شما بینندگان عزیز برنامه گفتگوی سیاسی هفته با ابراهیم آوخ هستیم. درود بر تو ابراهیم جان. درود بر شما علی عزیز و همچنین سلام میکنم به بینندگان گرامی تلویزیون برابری. همچنان بسیاری از زندانیان سیاسی در اعتصابند. ناصر زرافشان در پیامی به نام زندگی از جانب خودش و همه همرزمان و دوستان و رفقاش به اعتصابیون نوشته که به اعتصاب قضا خودشون پایان بدن و نوشته که از روزی که این ماراتون مرگ را آغاز کردید مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کردیم. این را درک میکنیم که وقتی همه راه‌های مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی خود چیز دیگری نداشته باشد ناگزیر است با همین وسیله‌ای که در اختیار دارد به مقاومت ادامه دهد. اما راه مبارزه برای آزادی و برابری راهی بس طولانی است و در پیچ و خم این راه‌های طولانی شما باید مشعل‌ها را حمل کنید، شما که به ضرورت دگرگونی این جهان پی برده‌اید و ایمان به آینده، ایمان به قدرت انسان برای ساختن این آینده را در قلب انسانها زنده نگه می‌دارید و در میان بسیارانی که نسبت به رنج دیگران، نسبت به رنج انسان بی‌توجه شده‌اند، پرومتوار این بار امانت را به دور می‌کشید. باید زنده بمانید زیرا جان‌های عزیز شما پشتوانه تداوم این مبارزه است و از این رو من به نام زندگی از جانب خود و همرزمان و دوستان و رفقای شما مصرانه از شما و سرناز عزیز که از شما جدا مانده درخواست میکنم که با پایان دادن به اعتصاب قضای خود برای مراحل بعدی مبارزه خود آماده شوید. پیش از این روز و روزگار دیگری بود و پس از این نیز روز و روزگار دیگری خواهد بود. این رو ناصر زرافشان نوشته در شرایطی که ما همچنان در سالگرد خیزش انقلابی هستیم و یک هفته قبل از جمعه خونین باز جمعه دیگر در زاهدان آفریده شد و علارغم فشارهای فراوان بار دیگر زاهدان شاهد تظاهرات اعتراضی بود و ما شاهد بودیم که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در 19 شهر با ضرب و زور و فشار مانع برگزاری مراسم جانباختگان خیزش زن زندگی آزادی شدند که در روز 30 شهریور پارسال بیش از 55 تن جان داده بودند. بسیارانی در واقع بازداشت شدند اما فشار و حرکت‌های اعتراضی همچنان هست. مطالبات و جنبش اجتماعی بازنشستگان روزهای یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه در خیابانها فریاد میشه. زبان تیزتری این جنبش در مقابل حکومتیان داره، زبانی که زبان انقلاب است و زبان تغییر، زبان پایان دادن به این حکومت. علارغم جست و غمزه هایی که تبلیغات حکومتی خصوصا تبلیغات رئیسی در سازمان ملل که اون رو پایان یافته میدید و اون رو ساخت و پرداختی دولت‌های خارجی، حتی مطبوعات و رسانه‌های داخل هم این رو جدی نگرفتن، نشون میده که قضایا ادامه داره. به خاطر همین هم هست که ما در سالگرد این قضیه شاهد یک انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه‌ها و مدارس هستیم. بسیاری از کتاب‌های درسی رو تغییر دارن میدن، محتواش رو به نام خمینی و خامنه‌ای و به اصطلاح مقاومت اسلامی دارن میکنن و تاریخ اجتماعی رو عوض میکنن، در این حال که وارد میکنن پاسداران و نوخانان و آخوندها رو به عنوان هیئت‌های علمی توی دانشگاه ها و مدارس. تو این شرایط وحشت زمین‌ها همچنان باقیه. شما وقتی نگاه میکنید به این جنبشی که گذشت چه مشخصه ها و ویژگی هایی براتون در واقع در جلوی چشمای شماست و اون رو میتونید همچنان بگید که این مشخصات همچنان هست و شاید به قول بسیارانی
قابل بازگشت نیست، غیر قابل بازگشته. مقدمتا بگم که در سالگرد در واقع در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هستیم و مدارس و دانشگاهی که در سال گذشته یکی از سنگرهای اساسی مقاومت در مقابل رژیم بودن، جنگیدن و رژیم هم تمام توطئه های لازم در این رابطه به کار برد و دیدیم چه دبیرستان ها را به چه صورت با گاز آلوده میکرد برای در واقع ساکت کردن، کشتن و هر شکلی که میتونن صدای دانش آموزا خفه بکنن. و دانشگاه که خب خیلی روشن خودتونم الان اشاره کردی که چه به اصطلاح خوابی دیدن برای دانش و دانشگاه. ولی اطلاعی که دانشجویان هنر دانشگاه تهران، هنرهای زیبای دانشگاه تهران دادن خیلی جالبه، پاسخ همه این حرفای این حاکمیت هست. اونا گفتن که این بیانیه که دادن گفتن به مبارزه ادامه خواهیم داد. فکر نکنید که با این ترفندها مسئله حل شده است. به مبارزه ادامه خواهیم داد و با صدای بلند گفتن اعلام میکنیم که آرزوی، یعنی به حاکمیت گفتن، آرزوی انفعال سکوت دانشگاه را به گور خواهید برد. دانشگاه همیشه علی‌رغم تمامی سرکوبایی که داشته، ما دیدیم در طول تاریخ مبارزات ضد دیکتاتوری در درون ایران از دوره پهلوی تا دوره جمهوری اسلامی همواره یکی از سنگرهای مهم بوده و الان هم دانشگاه و دانش آموزان در سال آینده قطعا جایی است که هرگز آرام نخواهد گرفت. مسئله اینجاست که یه نکته دیگه هم به خوبی اشاره کردی، درست در سالگرد کشتار خونین زاهدان هستیم که 8 مهر ماه سال گذشته کشتار وسیع از مردم زاهدان کردند. امسال هم از همین، البته واقعیت قضیه اینه که مردم سیستان و بلوچستان، مردم بلوچستان، مردم زاهدان در یک سال گذشته هرگز آرام ننشستن. جمعه های زاهدان همواره پر از به اصطلاح شور و اعتراض و تظاهرات بوده و شعارهای برجسته ای که تو اونجا میدن که واقعا لوحه و سرمشق بود، از جمله نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری، یعنی در واقع شعار نفی و اثبات رو به هم میدن و این شاهکاره. امروز هم مردم با بالا بردن شعارهایی در این رابطه شروع کردن، در واقع امروز رفتن به استقبال جمعه آینده. هر چقدر رژیم در یک سال گذشته رژیم با مردم زاهدان چیکار کرد؟ تا اونجایی که تونست به بهانه های مختلف اعدام کرد، تا اونجایی که تونست سرکوب کرد، توطئه کرد، حتی جلسه از یک مجموعه مزدورانی ترتیب داد به عنوان این که به اصطلاح مردم زاهدان با ما هستن یا مردم زاهدان، و خود مردم زاهدان با حرکت‌های بعدی بلافاصله تو دهنی محکمی به این رژیم جمهوری اسلامی، جنایتکار جمهوری اسلامی زدن. یعنی اینا نقاطیه که واقعا در این ما می‌بینیم. باز هم اینجا تاکید میکنم قبل از که بریم رو مسئله که شما اشاره کردی، زنان جامعه ما که آغاز کننده جنبش زن زندگی آزادی بودن و اینو در درون جامعه ما نهادی کردن، واقعا امروز علارغم تمامی ترفندها و سرکوبها، علارغم تمامی طرحهایی که اینا ایجاب کردن، طرح عفاف و حجاب و نمیدونم چی و چی اینا، علارغم از این طرف آقای زاکانی میاد متروهای تهران رو چکار میکنه با پلت آن، خیلی خنده داره، واقعا مسخره است، میاد چکار جوش میده که عبور مرور بر. از طرف دیگه با تمام توانشون اکثریت جامعه در مقابل اینا
و مسئله حجاب اختیاری رو الان دیگه تحمیل کردن به رژیم. رژیم زمین و آسمان به هم بندازه شاید بتونه اینو کنترل بکنه، اما نافرمانی مدنی گسترده در همه در به اصطلاح سطح جامعه ایران وجود داره. همون شعاری که میدن چی با حجاب چی بی حجاب میریم به سمت انقلاب، الان دارن این کارو میکنن. زنان پیش قراول بودن، امروز هم در سالگرد مهسا علی رغم اینکه رژیم با تمام توانش اومد به میدون که نظر حرکتی صورت بگیره، اما حرکات اگر شورش های اجتماعی اونچنان شکل نگرفت، حرکت های به اصطلاح مردمی، حرکت های مدنی در درون جامعه داره شکل پیش میره. باز هم تاکید میکنن نمونه برجستش همین مسئله نافرمانی مدنی از طرف زنان و دخترانمون هست که این دیگه اصلا هیچ کس نمیتونه انکار کنه. رئیسی ها صد بار دیگه برن سازمان ملل، خودشون تنها بشینن با تو سالن با چهار نفر دیگه صحبت بکنه و واقعا نمیدونم سخنرانیش رو حتما گوش کردین دیگه، بی محتوا و مسخره. تو اصلا وارد اصلا ارزش نداره که وارد این قضیه بشیم. در یه تخت نردی با مثلا سرمایه جهانی برای حل یک سلسله مسائلی به هر حال اونا یه بازی دارن که سر مخش بهش وارد میشیم. اما مسئله اینجاست که یک مجموعه وسائلی هست در درون جامعه که قبل از انقلاب ژینا وجود داشت و بعد از انقلاب ژینا هم تا به امروز نه تنها کوچکترین گامی در جهت حلش برداشته نشده، بلکه عمیق‌تر هم شده. بحران اقتصادی اجتماعی که وجود داشته عمیق‌تر شده. رژیم توان حل هیچ کدوم از این مسائل رو نداره، اقدامی هم نمی کنه. رژیم نمیتونه مسائل موجود رو حل بکنه. در نتیجه تنها راهی که برای خودش گذاشته، تنها توانش رو که داره متمرکز میکنه، رو هیچ عرصه‌ای برای حل مسائل جامعه متمرکز نمیشه، متمرکز نشده، نمیشه. سالهاست متمرکز نشده، الانم متمرکز نمیشه. به اصطلاح یک سفره پهن شده، نیروهای خودی به قول خودش آزاده ها در حال خوردن و بردن و چه در داخل چه در خارج، هیچ گام درستی برنداشته. اما یک گام همیشه برداشته و اونم گامی در جهت سرکوب هرچه بیشتر مردم و جامعه. این تنها نقطه قدرت رژیم هست. الان در وضعیتی هستیم که مثل حاکمیت نمیتونه مشکلات جامعه رو حل بکنه، اما مردم هم به دلیل مجموعه بحران اقتصادی که وجود داره نمیتونن اتوریته این حاکمیت رو بپذیرن، زیر گرفتن. یکی از دستاورده های بزرگ انقلاب ژینا، انقلاب زن زندگی آزادی، همین مسئله است که حاکمیت رو در تمامیتش و با سمبولهاش به زیر کشید، یعنی به قول معروف اوورد کف خیابان، آنطور که باید به اصطلاح ضربات کاری، ضربات اساسی به اینا وارد کردن. این یک بخش حاشیه قضیه است که عرض کردم. شما توی مجموعه گفتگوهایی که کردیم روی بسیاری از مشخصات گفتید، الانم دقیق شما به روشنی گفتید که مردم دیگه سرنگونی میخوان، یعنی اصلی ترین بیان خیزش انقلابی قاطعیت روی سرنگونی حکومت اسلامی، نقش بسیار بسیار مهم زنانه و نقش مهم مبارزه سکولار، مبارزه لایک علیه حکومت اسلامی، حکومت های مذهبیه. بعد در این حال از سیاست های حکومت گفتید که چطور در واقع داره پیش میره، یعنی اساسا علیه خود این انقلاب زن زندگی آزادی همین طرح حجاب و عفاف رو میخوان 3 ساله آزمایشی اجرا کنن و میبینیم هم که با چه مقاومتی به قول شما روبروه، مقاومتی که دیگه
به صورت کاریکاتوری حکومت میخواد هر جوری شده این سیاست رو به هر شکلی با جریمهای بزرگ و هزینه‌های فراوان تأمین کنه که تا الان حداقل نتونسته. فکر میکنین یعنی توی این مجموعه شاخصهایی که هست چه منطق پیشروی این انقلاب، این جنبش چه هست که ما رو باید امیدوار کنه، فعالان رو امیدوار میکنه، این مقاومتی که توی زندانها هست رو در واقع امیدوار میکنه، مقاومت درخشانی ما شاهدیم تا میبینیم که همه ایستادن، همه اعتصاب غذا میکنن، همه در حال بیانیه دادنن و همه این همسرنوشتی خودشون رو با بقیه جامعه نشون میدن. میبینیم که تزلزل اینجا وجود نداره. اینا چجوری این منطق رو چگونه میبینیم؟ چه چیزی هست که عامل پیشروی این حرکت هست و ادامه داریش؟ ما بارها تو صحبت قبلیمون گفته بودیم که انتظاری نداریم در اوج به اصطلاح بسیج رژیم در سالگرد ژینا اتفاق خاصی بیفته. اینو بارها اعلام کردیم و گفتیم که مسئله یک روزه نیست. اگر امروز حرکتی صورت میگیره، فردا و پس فرداهایی داریم. اینا چیزی نیست که به اصطلاح تموم شده باشه. در رابطه با این مسئله انقلاب ژینا، مخصوصا پس از فروکش کردن جنبش، نظراتی مطرح شد. یه نظراتی که اساسا ناامید و جنبش شکست خورده ارزیابی میکرد و حتی مسئله که سالگرد انقلاب ژینا چه خواهد شد، حتی در رابطه با سالگردم برخورد خیلی خوبی نمیکرد و نامناسب و که خب که چی، یعنی حتی تا این حد مسائل رو مطرح میکردن. یه عده هم که تمام خواستشون یعنی متمرکز شده بودن رو این انقلاب، رو این خیزش انقلابی و امید داشتن که بلافاصله این خیزش، این حرکت حاکمیت رو سرنگون کنه، وضعیت رو تغییر بده و و و چون اینطور نشد، اینا هم در واقع به نوعی الان فریاد شکست انقلاب میزنن و در واقع به همون بخش ناامیدان میشه گفت پیوندن. ولی واقعیت قضیه چی بود؟ واقعیت قضیه این بود که گفتیم، بارها گفتیم که از 96 به این طرف صحنه سیاسی جامعه ما تغییر کرده، گام به گام اومده جلو. انقلاب ژینا یکی از به اصطلاح بالاترین سطح این حرکت در چند سال گذشته بود، ولی همه حرکت نیست. انقلاب ژینا انقلاب به اصطلاح جوانان در کف خیابان بود، انقلاب زنان بود، پیشگامی زنان، انقلاب به اصطلاح فمینیستی بود. اگه اینو قبول داشته باشیم، یکی از دستاوردهای مهم این انقلاب ژینایی همین مسئله زنانه که الان تو جامعه ما مطرح هست. یعنی به لحاظ فرهنگی این جنبش، گفتمان فرهنگی، یه گفتمان فرهنگی نوعی ایجاد کرده تو جامعه، یه اخلاق انقلابی جدیدی در بخش بزرگی از جامعه ایجاد کرده که یکی از چیزاش مقاومت و ایستادگی است. اشاره کردی در درون زندان، واقعا من همزمان یا همراه با عزیزانی که تقاضا کردن که اعتصاب غذای زندانیا پایان پیدا بکنه، من هم میگم ما به وجود شما نیروهای آزاد و مقاوم نیاز داریم. اعتصاب غذا یکی از راه‌های اعتراض، کاملا درسته. من خودم زندانی بودم، در شرایط ویژه مجبور بودیم اعتصاب غذا بکنیم، اعتصاب غذا میکردیم و عزیزانی هم از دست دادیم تو این رابطه در همون دوران پهلوی و در دوران جمهوری اسلامی هم که دیدید. اینجا من هم همراه با اون عزیزان تقاضا میکنم که
به اتساق غذا پایان میدیم و به همین شکل شیوهی که الان دارن مبارزه میکنن بچه ها تو زندان و نامه هایی که میفرستن، قوت قلبی که به مبارزین بیرون میدن، انعکاس نامه هاشون در سطح جهانی به روزنامه لوموند اینا کشته شده، این کار رو ادامه بدن، ارزش واقعی حرکت رو در واقع نشون بدن به همه و نشون بدن که علی رغم تمام سرکوب های رژیم، نیروهای آزادی خواهان پیشروان پیشگامان جنبش هستن، مقاومن. این به نظرم، این حالا گفتم خود این مسئله، عرض کردم که مقاومت در درون زندان، مقاومت در بیرون زندان، همین چیزی که عرض کردم یک اخلاق انقلابی جدیدی هست که دستاورد انقلاب زن زندگی آزادی است. اینو نباید فراموش بکنیم. خصوصیتی که این جنبش داشت، گفتیم مسائل که حل نشده، منتها یک سلسله مسائلی خود این جنبش داشت. اولا یکی از نقاط قوت این جنبش با جنبش های قبلی این بود که همزمان اعتراضات در سراسری بود، یعنی در شهرهای گوناگون از مرکز بگیر تا زاهدان تا کردستان و تا جنوب و شمال ایران، در هر کجا حرکت وجود داشت و این یک نقطه قوت بود که رژیم علی رغم تمام توانش به راحتی نتونست اینو به قول من به سکوت واداره. در خود تهران نگاه بکنی، از مرکز حاشیه و تمام به اصطلاح قسمت ها فراگیر بود، اما از محلات فقیر نشین، محلات متوسط نشین تا بالای شهر، همه جا این مسئله وجود داشت. مسئله همون نوع حرکتشون، نوع سازماندهی محل محور که گام بسیار جدیدی بود در درون جامعه که رژیم راحتی نمیتونست اینا را چیز بکنه. همراه با این اعتراضات خیابانی، برای اولین بار ما اعتصابات هم شاهد بودیم، اعتصاباتی که در کردستان شد که اونجا خب خیلی روشن و برجسته و تعطیل عمومی شد چندین بار همراه با کف خیابان. در مورد مناطق دیگر هم بود اعتصاب و اعتراض، ولی در اونجا خیلی روشن و برجسته بود. اعتصابات کارگری به طور موردی در بود، ضمن این که نیروهایی که در درون این جنبش بودن، وقتی میگیم نیروهای محلات فقیر نشین، محلات متوسط نشین، درش مستطره که نیروهای کار و زحمت در درون این بودن. سیل عظیم دستگیر شدگان، به لیست اونا نگاه بکنید، درصد بسیار بسیار بالایی از اینا نیروهای از کارگر یا خانواده کارگری هستن. کشته شدگان این انقلاب، این خیزش انقلابی، بخش وسیعشون از فرزندان کارگران یا کارگران هستن. اینا را یک پدیده جدیدی بود، یعنی در واقعش ما میدیم جنوب شهر، شمال شهر، دانشگاه، دانش آموزان، مناطق ملی، یعنی هر جا، یعنی حاشیه نشینان، فرودست، هر جا که شما نگاه بکنید بسیار گسترده حرکت کرده. ولی یک ضعف اساسی بود که کارگران صنعتی وارد نشدن. سوالم همینه. شما از موج، در واقع ما می‌بینیم که از سال 96 همواره گفتیم 96 جنبش اجتماعی نیرومندی آغاز شد در دفاع از گرسنگان، دفاع از اعتراض به سیاست‌های وحشیانه نئولیبرال قارت و ویرانی‌های بزرگ. بعد می‌بینیم سال 98 اون اعتراض بزرگ در واقع علیه گرانی بنزین و اینا آغاز شد و 1500 کشته. و جنبش های متفاوت، جنبش تشنگان رو ما داشتیم هم توی خوزستان و هم توی اصفهان و به شکل گسترده‌ای جنبش زیست محیطی بسیار بسیار گسترده در برای دفاع از ارومیه، دفاع از کارون، دفاع از زاینده رود در همه جای کشور هست. و
جنبش گرسنگانی که نشانه یک فلاکت گسترده است، یعنی 60 تا 7 فلاکت 60 70 درصدی الان صحبت میشه و یک فاجعه‌ای که بر کل جامعه ما مثل یک بختک فرو اومده. بعد در این حال ما شاهد یک سری اعتراضات گسترده بودیم، اعتراضات کارگری هیچ موقع قطع نشد، ولی این اعتراضات تا حد زیادی رویه و رویکرد متفاوتی داشت، زیاد پیوند نخورد. چرا این نتونست علارغم به اصطلاح درخواست ها، علارغم ضرورت ها، نتونست به یک اعتصاب عمومی فرا بجویه؟ شما به درستی گفتید در کردستان کسبه و بازاریان با همه کارمندا و ادارات با جنبش خیابان یکی شدن، اعتصاب کردن، اعتصابات سراسری رو چندی بار سازمان دادن. توی بلوچستان ما شاهد یک جنبش نیرومند هفتگی هستیم که مدام بر ابعادش هم در واقع افسوده میشه علارغم سرکوب، شدیدترین سرکوب ها. اما چرا علارغم این پتانسیل بزرگی که هست این نتونست فرا بروید به اعتصاب عمومی؟ و تا حدی چرا نتونست برخی از ملیت ها رو، مثلا ملیت خلق عرب و خلق آذری کمتر شاید توی این جنبش در واقع فعال بودن، چگونه اینو میشه در واقع بررسی کرد؟ ارزیابیتون چه هست؟ عرض کنم یه نکته آخره بگم. انتظاری که از ملیت ها داریم اینطور نیست که همه یک سطح یک هماهنگ آمادگی اینو داشته باشن که با هم حرکت بکنن. کردستان و بلوچستان واقعا در نوک پیکان بودن. حالا جنبش زنان جای خود اون همه روشنه در رابطه با جنبش های به اصطلاح سراسری هست میکنن، ولی خب آذربایجان اون انتظاری که از مردم آذربایجان بود، حالا به دلایل گوناگونی مردم فکر میکردن همچون انقلاب 57 که واقعا آذربایجان پیشگام بود، اینجا انتظار پیشگامی رو داشتن. خب دلایل متعددی ممکنه داشته باشه که حالا بعدا سر فرصت میتونیم باهاش صحبت بکنیم. مسئله اینجاست که در رابطه با این انقلاب، این جنبش، معلمان حضور داشتن چه قبل از جنبش ژینا چه بعد از جنبش ژینا همواره، اما وسط مثلا در اوج حرکت خود این معلمان را نتونستن اونطوری که باید شاید هماهنگ با خیابان باشن، چون یه فاصله افتاده بود بین جنبش مطالباتی با جنبش خیابان. جنبش خیابان جنبش مستقیم که سرنگونی رو رأس حاکمیت رو نشانه گرفته، بازنشستگان بودن، دهقانان. ما بارها دیدیم شعارهایی که دهقانای اصفهان دادن برای اولین بار، پشت به دشمن رو به مردم، اصلا بی‌نظیر بود. جنبش محیط زیست، ملیت ها که گفتیم، دانش آموزان، همه اینا چه. اما علارغم حضور پررنگ کارگران، اعتصابات کارگری پراکنده صورت گرفت، اما اعتصابات سراسری نشد. مراکز صنعتی آنطور که باید شاید نتونستن وارد بشن. یکی از دلایلش اینه که شاید همون که عرض کردم در رابطه با معلم و اینا، مطالبات خیابان با مطالبات به اصطلاح مزد حقوق بگیران هماهنگ نشد، یعنی پلی بین این دوتا زده نشد. تلاش هایی در این رابطه صورت گرفت، گام های اساسی در این رابطه برداشته شد، همچون حرکتی که منشورهای مختلف انجام دادن که این پل ایجاد بشه، منتها نشد. یکی از دلایلش اینه که در شرایط شدت سرکوب از یک طرف، از طرف دیگه واقعیت اینه که شکل استخدامی کارگران ما در کارخانه ها خیلی مهمه، پشتوانه ندارن. اکثر استراتژی استخدامی قراردادهای کوتاه مدته، یا اونچنان به اصطلاح کوتاه مدت است که اصلا نمیتونن تکون بخورن، فوری حذف میشه. یه وضعیت کاملا متزلزلی دارن. اینم حسابش کن، در یک دورانی که بحران اقتصادی
بیداد میکنه. هر حرکتی که این کارگران میکنن بلافاصله دستگیر و زندان است. دیدیم که کارگران پروژه‌ای، کارگران شرکت نفت و دیگران بارها شروع کردن ولی با دستگیری گسترده روبرو شدن. وقتی دستگیر گسترده روبرو میشن، مسئله نان خانواده، زندگی خانواده اونجا مطرح میشه. وقتی که اینا به اصطلاح وضعیت قرارداد کارشون اینطوریه که بلا فاصله میتونن اینا رو پرت کنن بیرون، و در دوره‌ای که انبوه عظیم بیکاران تو جامعه وجود داره که اینا رو بیرون میکنن، کسان دیگه میارن، گرسنگی فقط تو جامعه بیداد میکنه، این نقطه ضعفه، یه پاشنه آشیل جنبش کارگریه. یعنی جنبش کارگری اگر تو این فرصت ها، اگر در این فرصت ها بتونه نهادهای خودش رو به وجود بیاره، میتونه مقاومت کنه در مقابل این وضعیتی که الان وجود داره. از طرف دیگه معذرت میخوام، مسئله تشکله. یک نا هماهنگی ویژه‌ای در این رابطه، از یک طرف خواستهایی که دارن، از طرف دیگه تشکل نیافتن صنفی و سیاسی کارگرانه. سازمان های مستقلی ندارن که بتونن در مقابل این تجاوزات، وقتی که مطالبات رو مطرح میکنن، تجاوزاتی که علیه شون صورت میگیره، بتونن مقاومت مستمر رو کنن. گفتم که این دو تا چیزی کوچیکی نیست در این رابطه. یک، سازماندهی درست حسابی نداشتن به دلیل سرکوب گسترده که تاکنون بوده، و همون وضعیت متزلزلشون. اینا یک نقطه بسیار پاشنه آشیل جدیه برای جنبش کارگری. یعنی این دو مؤلفه‌ای که شما میگید، مسئله سرکوب شدید و فلاکت به عنوان دو حربه اساسی حکومت اسلامی برای مقابله با خیزش، یعنی فلاکت روز به روز داره تشدید پیدا میکنه و نه فقط این درجه فلاکت بالا میره، این بی‌آیندگی و اضطرار و خطر گرسنگی بسیارانی رو تهدید میکنه. در این حال سرکوب و دستگیری ها و بازداشت ها و اخراج ها، بالا بردن هزینه های اجتماعی، نه فقط هزینه های سیاسی که زندان کردن و محروم کردن، بلکه اصلا محروم کردن از نان و آب و زندگی، به عنوان دو عامل و اهرم بسیار جنایتکارانه به کار میره که فقط مثل که رژیم صهیونیستی در رابطه با غزه به کار برد، تا مناطق به کار برد. دقیقا همون سیاست تخریب خانه ها اونجا هست. اینجا تخریب خانه ها رو از طریق بیکار کردن ها، بستن مغازه ها، بستن مراکز مختلفی که همراهی نشون میدن با جنبش نافرمانی مدنی، دقیقا داره چیه حکومت اسلامی به پیش میبره. در این حال شما به منشور اشاره کردید، منشورهایی که تا حد زیادی دو منشور بسیار رادیکال در اومد در دوری که به اصطلاح منشور همبستگی رضا پهلوی و مسیح علی نژاد، اینا داشت میخواست خودنمایی کنه و جامعه رو ببره. یک دفعه می‌بینیم با دو منشور، خصوصا منشور حداقلی که به وجود اومد، تا حد زیادی فضا رو عوض کرد، فضا رو به گونه‌ای با روی جنبش مطالباتی، که این جنبش خیزش انقلابی فقط خیزشی برای سرنگونی نیست، خیزشی است علیه خودسازی ها، خیزشی است برای در واقع علیه کالاسازی آموزش و آب و بهداشت و زندگی های مردم، کوتاه کردن دست مذهب و دولت و روحانیت از زندگی مردم و برچیدن تمام و در واقع قوای سرکوب حکومتی، سرنگونی انقلابی و حکومتی که برخواست از اراده و خواست اجتماعی مردم برپایی آزادی های بیقید شرط سیاسی. زبان بسیار روشنی هم در ارتباط با مطالبات همه اخشار و همه طیف های اجتماعی داشت این منشورها، در کنار منشوری که منشور در واقع سلطنت بود، منشوری بود که میخواست با سلطنت هم کنار بیاد و میگفت که اینو بذاریم به آینده سرنگون کنیم، و ما میبینیم اون شکست خورد. یک دفعه ما میبینیم مسئله وکالت
به سلطنت مطرح شد و چماقداری هایی که میخواستن به زور در واقع از مردم در واقع وکالت بگیرن برای رضا پهلوی، این شکست خورد. یعنی حتی منشور رو هم این سیاست شعبان بیمخی شاهاللهی ها به هم زد و توی خارج علارغم همبستگی های بزرگی که بی سابقه بود در تاریخ ایران، در تاریخ حتی جهان، اینگونه در سراسر جهان همبستگی های بزرگ اجتماعی با جنبش انقلابی مردم شکل میگیره، شکل گرفت، ولی این زهر شاهاللهی، زهر استبداد دیرین وارد این جنبش شد با چماقدارانش، چماقداران شناخته شده‌ای که هرچند در قیافه شعبان بیمخ نبودن اما قیافه های مدرنتر خالکوبی در واقع همین لاتولوت ها و لومپن ها رو داشتن برای در هم شکستن و عقب راندن این جنبش. شما چگونه فکر میکنید در مورد اپوزیسیونی که بود، یعنی خود این ادامه داری این جنبش چقدر کمک کرد که ما، یعنی جنبش بتونه بشناسه در واقع دشمنان خودش رو، نه فقط دشمن خودش به مثابه حکومت اسلامی، نه فقط دشمنش به مثابه کسانی که میخوان حکومت موروثی و مذهبی رو به گونه‌ای وارد کنن، بعد که خودش هم بشناسه خودش رو با مطالباتش، چگونه اینو میتونید جمع ببندید؟ با اجازت قبل از که به این سوال پاسخ بدم، چون گذشته از کارگران صنعتی، کارگران به اصطلاح کارخانه ها که نپیوستن به جنبش، کارمندان دولت هم غیر از بازنشستگان و معلمین، اونا هم نپیوستن، اونا هم دست به اعتصاب نزدن، هرچند اینجا اونجا خود اینا تو جنبش به لحاظ فردی بودن، تو حرکات و تظاهرات بودن، ولی اینا هم به لحاظ مثل انقلاب 57 یا سالهای گذشته، سالهایی که بسیار این کارو کردن، اعتصاب عمومی نکردن، وارد اعتصاب نشدن. اینا دو تا دلیل داره به نظر من. یکی از دلایلش همون سیستمیه که رژیم در رابطه با کارمندان پیش برد. گزینش کارمند بر اساس یک مجموعه وضعیتی بود که رژیم مطرح میکرد، از اول شروع کرد، حالا هر چقدر که الان به ضد خودش تبدیل شده و کارمندان نظرات دیگری داشته باشند، اما بر اساس یک چیزی که دست و پای اینا را بست وارد کار میکرد. این از یک طرف در واقع این بود. از طرف دیگه میدونیم که خود قشر کارمند یه محافظه‌کاری ویژه داره. بخش وسیعی از همون قشر خاکستری که ما روش تاکید کردیم و داریم میگیم همین طیف هستن. اینا از ناامنی میترسن. رژیم هم تمام تلاشش اینه که اینا بگه که آقا اینا داره ناامنی ایجاد میشه و ویلانو امنیت اگه نباشه ال میشه، بل میشه، سوریه‌ای میشه، اینطور میشه، آنطور میشه. و وحشتی که اینا دارن از ناامنی، این طیف خاکستری، اونو در واقع گسترش میده. یا مثلا ترس شو اینه که تجربه انتخاب به اصطلاح 57 میشه، از بعد بیفتیم تو بدتر. یه محافظکاری ویژه‌ای در این رابطه دارن و همچنین ترسشون به دلیل وضعیت گرایش به اصطلاح اجتماعی که دارن و تو کلشون هم خونده شده، ترسشونه که اگر حرکتی صورت بگیره تمامیت ارضی ایران چی میشه. که این مسئله، این توطئه هایی که در این رابطه رژیم داره انجام میده برای که این جا بندازه، این تفکر در دوره شاه هم قبل از انقلاب بود که اگه شاه بره ایران چند تیکه میشه، چند پاره میشه، فلان میشه. الان رژیم جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که اونایی که نمیتونن هزینه انقلاب رو در واقع پرداخت بکنن، وحشت دارن، ترس دارن، این ترس وحشت رو ادامه بده. اما در همین رابطه به طور مشخص در همین جواب سوال شما میدم که جریانات سلطنت طلب با طرح مسئله به اصطلاح تمامیت ارضی
و تاکید روی این مسئله خطراتی که اینا هی مرتب تذکر دادن، یک هماهنگی ویژه بین اینا و رژیم جمهوری اسلامی ایجاد شد و برای ورود نکردن به اصطلاح بخش خاکستری به انقلاب، به جنبش انقلابی، اینا هماهنگ شده. اینا دوچار یک تناقض وحشتناکی بودن. از یک طرف جنبش مردمی در جریان هست، از طرف دیگه اونا اعتقادی ندارن به مردم و میخوان از بالای سر مردم از طریق به اصطلاح حمایت‌های بین المللی شاید بتونن، هم فکر میکنن که سوار هواپیما میشن میان تهران. از طرف دیگه چون جنبشی در جریانه، اینا مجبورن یه مانورهایی در این رابطه بدن، یعنی ما هم با مردم همراه هستیم. این تناقض اینها را کشت. این تناقض باعث شد که تمامی ائتلافاتی که اینا کردن در هم بشکنه. وقتی که رضا پهلوی یک مانوری میداد مثلا لیبرال ما آبانه در بسیار نشسته آمریکا جورج‌تاون، بلافاصله از طرف پایگاه اصلیش فشار میاد بهش و دوباره این سرخه رو کش میکرد به سمت فاشیستای سلطنت طلب، یعنی از سلطنت طلبای نرم به اون طرف گرد. یعنی این تناقضاتی که اینا دارن، جنبش جینایی، جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، اینها را کاملا برملا کرد و دچار تناقض کرد و ائتلافات رو به پی در پی چون از این طرف اعتقاد نداشتن، از طرف مجبور بودن گام های تو این زمینه بردارن که خود این مسئله به بن‌بست میخورد. در تمامی به اصطلاح از این طرف خوشبختانه جامعه خودش نشون داد، دست رد زد به سینه اینا. در تمام شعارهایی که در درون جامعه هست، شعار طرفداری از اینا یا نیست یا اگر هست بی حد اندک است. من کار ندارم به اون شعارهایی که به اصطلاح جنات من و تو و امثال هم میان مونتاژ میکنن میذارن رو صحبت های مردم اینا و مرتب هم ویدیو پخش میکنن این ور و بر، اونا ساختگیه که خب همه میدونن. ولی مردم بلوچستان رو در نظر بگیر، همطور که از اولش من عرض کردم که نه سلطنت نه رهبری خواستشون رو مطرح میکنن. این آزادی و برابری وقتی اینا میخوان، سلطنت طلب ها و دارا دسته به اصطلاح پهلوی هرگز نمیتونن برآورده بکنن. اینجاست که میان ترس تجزیه تو ایران میندازن، همون چیزی که رژیم هم داره میندازه، و همین مجموعه کمک میکنه، دست به دست هم میدن بدون حالا پشت پرده چه مسائلی گذشته. ولی در هر صورت جنبش عرض کردم بخش خاکستری رو به عقب نشینی با میدارن. یعنی به هر حال یک سلسله مسائل و مشکلاتی جنبش ما در این رابطه داشت که برخی در برخی از اینها تونسته از اون سطوح بگذره، از جمله همین به نظر من عبور از سلطنت تا حدی یک گام عبور از جمهوری اسلامی که از 96 کامل خودش عیان کرده بود، عبور از سلطنت هم در واقع به نوعی اینو در چون جنبش دموکراتیک سیکولاره، جنبشی نیست که به اصطلاح با اون دید سابق با همون برنامه هایی که با همون رضا خانی و نمیدونم محمد رضا خانی اینا بخواد پیش ببره. این جنبش اونا نمیتونن پاسخ بدن، در نتیجه مردم خودشون. اما باز نقطه به اصطلاح ضعفی که این جنبش داشت، همونطور که عرض کردم، مسئله سازماندهی جنبش و پل زدن بین جنبش ها حول نیروی اصلی کار زحمت، این اتفاق نیفتاد. الان تمام به اصطلاح پارامترهای لازم برای جنبش هستش، هر لحظه با یه طوفان ممکنه جنگل مشتعل بشه. در همین دوران تعمق به نظرم
جنبش نیروی کار و زحمت، یعنی نمیشه گفت که مثلا صرفا سرکوبمانه، یک مسائل دیگری هم هست از نظر ذهنی یا هر شکلی بگیم فرهنگی چه میدونم، اینا هم هست که ما نمیشه در این شرایطی که تحول جدی در درون جامعه ایجاد شده، تو این بستری که خیابان ایجاد کرد، بستری که از جنبش آب، جنبش نان، جنبش کار، همه اینا ایجاد کرد، زمینه الان شاید مناسب باشه. حالا با شکلات مخفی علنی و هر شکلی که خودشون سلام میدونن، شبکه ای غیر شبکه ای، هر شکلی که میتونن، همینطور که این جنبش تشکل خورشید سرخ، تشکل پزشکی و تشکلی که مداوم میکنه زخمی ها، اینا به وجود اومدن، یعنی تشکل های متفاوت بودن با این شرایط ویژه، رژیم نتونست سرکوبش بکنه، دقیقاً یعنی متناسب با شرایط و سازمان. اگه سازمان ندیم همواره شعله سرکش میکنه، خاموش میشه، باز دوباره از نو یه عده کشته و مجدداً به قول معروف، چون این وضعیت، این جنبش سر خوابیدن نداره. واقعیتش هم هست اینه که میشه گفت که ما حکومت اسلامی برخواسته از یک انقلاب شکست خورده است، شکست یک انقلاب بزرگ خیابانی که اومد و روحانیت و شخص خمینی صاحبدار و وامدار اون شد و جامعه ما رو به سوی جهنمی برد که نشانه های مدنیت رو از او داشت میخواست بگیره. الان ما شاهد انقلابات و جنبش های متعددی هستیم. این خیزش ها هر کدومشون دستاورد های درخشان برای خودشون میذارن. اگه 96 کلن رابطه یعنی جنبش اجتماعی رو با روحانیت و خصوصا دستگاه دولتی، جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب قطع کرد و جنبش 98 کاملا به مثابه جنبشی که دیگه هیچ کدام از اون شعارهای اسلامی یا حسین و یا مهدی و امثالهم رو دیگه نداشت و جدا کرده بود، این جنبش، جنبش زنان بود، جنبشی که وارد خیابان شد، زنان رو جلو آورد و بیش از هر چیز بر اون گفتمان اصلاح طلبی غلبه کرد، گفتمان انقلاب رو به یک گفتمان عمومی تبدیل کرد که حتی اپوزیسیونی که از به اصطلاح انقلاب میترسید، از مثل جن از بسم الله میترسید، این ها هم میخواستن با شعارها و گفتمان انقلابی سوار این جریان بشن. این خود این ویژگی ها دوره گذشت، تجربه و دستاوردی که به مثابه تجربه جمعی برای مردم ما به وجود آورد، نقش زنان یک تجربه عملی و مبارزاتی رو جلو آورد. شما نگاه کنید با یک سال پیش همه مردان و زنان ایران و حتی جهان به زن نه فقط زن ایرانی، به زن به گونه دیگری نگاه میکنن، نگاه مدرنتر، انسانیتر، جهانیتر و رو به سوی آینده داره، یک نگاه مبارزاتی داره. از اون نگاه کالایی اسلامی و سرمایه‌دارانی که به زن در واقع انجام میشد نگاه میشد، اون تا حد زیادی فاصله گرفت و این فاصله رو باید در واقع، این دستاورد رو باید واقعا ارزش گذاشت. و طبیعی حکومتی که با این انقلاب آمد، با شکست اون انقلاب آمد، با انقلابات متعدد، همینجوری شما از جنبش های متعددی صحبت میکنید، جنبش زیست محیطی، جنبش کارگری، جنبش معلمان، جنبش بازنشسته ها، جنبش زنان، جنبش ملیت ها، جنبش سکولار و حقوق و بشری، جنبش دادخواهی که همه این جنبش ها رو به هم پیوند داد و جنبش مادران خاوران شست رو به مادران دادخواه خیزش انقلابی پیوند داد، همه اینا به مسابقه زنجیرهایی که انقلاب تضمین میکنه حرکت آینده رو. و به قول شما این جریان سازماندهی شدن، سازمان و تشکل یابی مستقل در اشکال مختلف، در روندهای مختلف، با رویکردهایی که بتونه این هماهنگی و گفتمان سازی رو سامان بده،
قفل کنه، زنجیر کنه در واقع جنبش ها رو به هم، ما نمیتونیم چیز دیگری پیدا کنیم. عرض کنم بزرگ، یه نکته هم در پایان عرض کنم خدمتتون، این که این همه خیلی روشن هممون میدونیم که جنبش، تداوم جنبش مردمی شکاف جدی در بالا ایجاد خواهد کرد و بدون این شکاف یک پارچگی حکومت همیشه وجود داره در مقابل حرکت‌های مردم. این شکاف حتما در ادامه جنبش ها به وجود خواهد آمد. همین الان ما اون نوید رو داریم میبینیم این مسئله رو. شما توجه بکن امثال مهدی نصیری ها که با شریعت مداری و امثال اینا بودن، کیهان شریعت مداری بودن، سردبیر بودن، آدمایی بودن که اصلا خودشون به قول معروف دیگه تیغکش بودن، تیغکش حکومت بودن. این وضعیتی که جامعه داره، همین مسئله طرح حجابی که مطرح شده، بحرانی در درون اینا ایجاد کرده که از نیروهای امنیتیش و غیر امنیتیش الان مسئله دار شدن. شما تو حوزه علمی قوم نگاه کنید، دچار تلاطم شدن. آقای حائری که من میشناسم خانوادهشون، بدل هم به قول معروف شیرازی عموشو میشناسم، پدرش میشناسم، از ارتجایی ترین و فاشیستی ترین جریانات مذهبی تو فارس بودن و پایه اصلی این حاکمیت ارتجایی تو فارس بودن. جنایت های اینا کردن. الان میبینیم خود این فرزند حائری که خودش بعد از مرگ پدرش نماینده ولی فقیه در اونجا بود، الان به کجا رسیده؟ چه موضوعی داره میگیره؟ اینا نمونه های شکاف در بالاست. شکاف در بالا یکی از نویده های مهم به قول معروف شکست کامل حکومته. ما چشمندازش به هر حال داریم از همین الان میبینیم. دقیقا. ممنون و سپاس از تو ابراهیم آبخ عزیز و شما بینندگان عزیز گفتگوی سیاسی هفته که به این برنامه توجه کردید. براتون شادی و سلامتی و پیروزی آرزو می‌کنم. شاد باشید. مرسی عزیزم.